مظاهر رئیس‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی از آنکارا با ما همراه هستند. آقای رئیس‌زاده سلام عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم، وقت شما بخیر، با صلوات بر محمد و آل محمد. بزرگوار. آقای رئیس‌زاده، آیا همچنان بقایای گروه سنی های تندروی داعش در ترکیه وجود داره؟ خب کماکان نیروهای اسبق گروه های داعش که در سوریه و عراق اینا فعالیت داشتن، البته با تابعیت و با شهروندی خود ترکیه، اینا قبلا در جبهات جنگی گروه داعش در کشورهای مختلف اینا فعالیت داشتن و فعلا اینا برگشتن به کشورشان و در جاهای مختلف ترکیه زندگی میکنن، که وزارت کشور ترکیه هم اینا را بر اساس امو سوابقشان تحت تعقیب قرار میده و در صورت داشتن ارتباطات فعلی اینا را دستگیر میکنه. البته باید این هم خاطر نشان بکنیم که روزهای قبل یا ماه قبل یک حمله انتحاری در نزدیکی وزارت داخلی ترکیه در پایتخت کشور ترکیه یعنی آنکارا صورت گرفته بودند، که اونجا دست داعش پیش گذاشته شد و داعش هم این قبول کردن که نیروهای ما عملیات انجام دادن. به طور کلی فعالیت گروه داعش در ترکیه کماکان وجود دارد. دلیل گستردگی حضور نیروهای گروه سنی های تندروی داعش در 32 استان ترکیه چیه؟ خب اینا بیشتر استان ها در شهرهای شرقی و جنوب شرقی ترکیه هست که هممرز هستند با کشور ایران و عراق و سوریه. اینا قبلا فعالیت های اونجا داشتن و از طریق راه های غیر قانونی اینا از اون کشورها وارد میشه و بیشتر در شهرهای شرقی و شمال جنوب شرقی ترکیه جاگزین میشه و بعدا هم اینا بر اساس اما برنامه هایشان در شهرهای مختلف توزیع میشه و با ارتباطاتی که دنیا دارن اینا فعالیت های خود انجام میده. در کل باید بگوییم که این نیروها فعلا هم جام داره و زنده است و گاهی هم دولت ترکیه را بر از جوانب مختلف اینا تهدید میکنه و دلیل عمدهش هم این است که اینا بیشتر اگر بگوییم اینا از طریق راه های غیر قانونی و راه های قاچاقی وارد ترکیه میشه و اینجا عملیاتشون انجام میده. بله، آیا احتمال تکرار حملات تروریستی توسط این گروه در ترکیه وجود دارد و آیا اقدام‌های امنیتی دولت ترکیه در از بین رفتن کامل این گروه تأثیر دارد؟ خیلی مختصر توضیح بفرمایید آقای رئیس‌زاده. البته ای که اینا در روز گذشته 304 نفر اعضای داعش در شهرهای مختلف دستگیر شده، به این معنی است که احتمال حملات وجود دارد. اما به طور خلاصه باید ذکر بکنم بعد از تغییر کابینه آقای اردوغان و وزیر شدن آقای علی یرلیکایا به عنوان وزیر امور کشور، تغییرات عمده ای در بخش امنیتی کشور به وجود آمد. هفته گذشته آقای یرلیکایا در بخاطر بودجه سال آینده در مجلس بزرگ ملی ترکیه سخنرانی کرد و 100 سال آینده ترکیه را 100 سال آرامش و قرن آرامش خطاب کرد و همچنان اینا ارائه کردند که ما در 11 ماه گذشته بیش از 29,000 عملیات علیه گروه های تروریستی در داخل ترکیه داشتیم، که در دهی عملیات های ما بیش از 19,000 نفر متهم به عضویت گروه های داعش و گروه های پکاکا و همچنان فتح الله گلن ما دستگیر کردیم. البته به طور کل باید بگوییم که در کابینه جدید آقای کرزی، خصوصا در بخش وزارت های مهم مثل خارجه و داخله و دفاع، اشخاصی هست که با تغییر برنامه آمدن و دست به فعالیت شدن و تغییرات عمده را در ترکیه ایجاد کردن.